رضا شاه مرد بود، مرد اعتراض اول. تمام دزدار تخماشون رو کشید. علی گودرز سه تا دار به پا کرد. اینا که دزدی میکردن گره به دارشون کشید. یک هفته بالا دار بوده که بقیه دیگه که دزدی میکنن عبرت بگیرن که دزدی نکنن. تمام این مملکت ما دورش یاغی بود. نایب حسین کاشم بود، شاه کاشم. امیر مفخم شاه اعظم بود به این مهار بختیاری. سوار و سپاه داشت. نایب حسین سکه زد رو زر. میگم سکه بر زر میزنم با آسانی. شاه حسین سلطان کاشانی. اون که مرد پسرش اومد رو کار، سردار. تا از کاشم تا نراست سوار و سپاه همینطور واسطه بود. رضا شاه اومد بهش گفت که بیا تهران میخوام سردارت کنم. تا رسید تهران کشیدش به دار. سردارش کرد. یعنی میخوام سردشگر کنم. سردارش به دارش کشید. عرض کنم به خدمت شما که علی قلی خان زلکی یاغی بود. یومد تمام این مملکت ها را جمع و جمع میکرد روی همبار کنبر را جمع میکرد سه شب جمع میکرد و یه ها شبانه بار میکرد و میره. رضا شاه که اومد پوکار پاتخ خواستش بهش گفت تو چرا دزدی میکنی؟ گفت قبله عالم سلامتی با اون روز طلا مملکت یه باقی بید بیدر و مرد من دزدی کردم. حالا که خایداری پیدا شده ما دیگه دزدی نی کنم. بعدش اونجا گذاشتش رئیس جنگلبانی زلکی. بود چه وقتی که مرد. 28 مار زمان محمد رضا خدمت سوازی کرده. آلمان ها با روس ها می جنگیدن. روس ها تو شکست خوردن بوده. آمریکا به پشت روس ها در آمد. آلمان ها شکست خوردن رو رفتن. وقتی که رفتن رهبرشون دستور داد پشتبانه خودن را سیب زمینی بکنید. پشتبانشم روزنامه کرده بود. یه روسی کشتش یه خری کم شده. یه انگلیسی کشتش یه مزوری کم شده. یه ایرانی کشتش یه دزدی کم شده. یه آلمانی هم کشتش یه صنعتگر دنیا کم شده. اینم از روزنامه آلمانی ها بنوشته بوده. بعد از چهار ماه یه روز تو تابستون بود. 14 تا تیاره از روسا و انگلیسا آمد بالا سر تهران. اینقدر اعلانیه ریخت که مثل که جلو خورشید عب شد. ملت نگاهشون به این اعلانیه ها بود. مثلا اون بالا سر سلطنت آباد سه چهار تا بام ناختن و از سر کوه شمران گشتن و رفتن. این موقع که شد دو لشکر سهباز ترومبه. لشکر یک، لشکر دو. از تو خونه آمدن بیرونم تمام سهباز ها دارن میرن. گفتم چین چه بساطیه؟ گفت همه را مرخص کرده. آفتاب که غروب کرد چراغ بقا روشن شد و خاموش شد. یه رو به ساعت چراغ خاموش بود. بعد از یک رو به ساعت چراغ روشن شد رادیو پیش شاک با کرد گفت محمد رضای پهلوی تهران را ترک نمود اصفهان را غنیمت دانست. چنین از تو رسم سران دروش گهی پش به زین و گهی زین بکن. بودن داشتن جزیرم مورده سامده. پسرش را گذاشتن جاش. من مرزان. ما فرار کردیم اومدیم. سه سالم فراری بودم. میخوام برش بگم برای انگلیسی. چرا ایرانی ها از انگلیسی ها چیزن؟ نه آقا مثل در مورد انگلیس انگلند پررضا شاه خاصی جزیره موریس اینا بگو تا برای به چی بود باید مسابقه بگم. خب به سوال بگو. خب سوال بگو.
شما یه دقیقه وایسین کارم ماین آقا تمام برای چی انگلیس چه جوریه که بزن جوابشو بدم دیگه خب درسته یه دقیقه شما وایسین 30 سال هستش عرضم بازور شما که زمان جنگ دیشو بود جنگ تحمیلی دو سه سال جبهه بودیم این محلم به تو ایران اصلا کلا معروفه به این محل میگن فلسطین از بس تو هر کوچه اینجا که بری 7-8 شهید داره یعنی هر کوچه شما که بری کوچکترین کوچه اینجا 6-7 جوانهای مردم شهید شدن که اینا همه باش با اسپانیش ارزم بزرگ ایادی غرب و امریکا و ارزم بزرگ شما انگلیس و آلمان و در مورد رضا شاه ببینید رضا شاه موقعی که جناب اومد سر کار اول اومد چون رضا شاه تحصیل کرده که نبود فقط یه مقدار به اصطلاح یه جاندارم قلدر و به اصطلاح مدیر و مدبر بود گفتش که روحانیات رو بهشون آزادی داد که کلیه مجتهدا کلیه روحانیات آزاد باشن هر کار دوست دارن بکنن یه سری آزادی داد به مردم از اون طرف به سران بختی ایلیات بختیاری و سردارای ایران که ضد شاه بودن و مجاهد اون روزا بودن بنیانگذار اون موقع انقلاب بودن امثال شیخ فضل‌الله نوری و اینا به اصطلاح اینا را جمع کرد با فرمانده لرستان که اون موقع لرستان اینا همه خودشون یه ایل بودن هر کلومشون شاید 3000 تا نیرو داشتن بعد اینا کدخله ها و ارباباشون رو جمع کرد و سرداراشون رو اوبالشون ایران که بهشون اماننامه بده و کار دولتی گفته بوده من به شما افسر رو میکنم تو لباس ارتش خدمت کنید به ایران ایران رو درست کنید موقعی که اینا رو میارن داخل ایران میان داخل تهران میبرنشون میدون بهارستان یه جا هستش به نام میدان امام میدان چی اعدام اینا برش بگو میدان امام میدان اعدام چوبه های دارا علم کرد بعد اوورد کلیه سردارا و کلیه افرادی که ضد سلطنت بودن همه را چی اعدام کرد بعد همه را که اعدام کرد در حین که اعدامشون میکردن یکی از سران بختیاری میگه رضا شاه شما خیلی آدم نامردی هستید اصلا رو حرف خودتون چی نکردید تو یه شاه مملکت هستی شما به ما گفتید بیاید تهران به ما اماننامه میدیم اسلحه‌مون رو گذاشتیم زمین بعد بیایم اصلا افسر بشیم و باشیم در خدمت چیز در خدمت ایران رضا شاه برمیگره میگه منم به تو نامه نوشتم که شما بیایید تو تهران من شما رو سردار میکنم گوشید باشه اینو بهش بگو من شما رو سردار میکنم اوورد همه رو دار زد وقتی اعلام شد میگه گفت آره دیگه من میگه منم حرف دروغ نزدم رضا شاه برگشت گفت من حرف دروغ نزدم برگشتم گفتم شما بیایید تهران امان نامه میدم و سردارتون میکنم حالا کردمتون سردار خلاصه همه رو اعلام کرد و مملکت رو دیگه خوابون برش هم مجلس مشروطیت و مجلس و اینا رو به توپ بست و همه رو تبعید کرد من جمله مدرس آیت الله مدرس رو کشتش خلاصه مملکت ها یه سری علاقه سازندگی هم تو مملکت کرد اهل مثلا راهن تونل های آنچنانی که زد خیلی مثلا کار واسه ایران کرد ولی خب از اون طرف همه املاک مردم رو قصد میکرد حجاب ها به اصطلاح از سر مردم میگفت برداری اینو که اینجا حالا میگه که رضا شاه بی حجابی ها به پاتر حسن من دو ما تو خونه سرگرد بودم مادری داشت پیرمرد گفت که از زمانی که بی حجاب کنه دیگه از خونه بیرون نرفته حالا هر کس خونش بخوا کسی که از خدا نترسد بنده نمیترسد درسته حسن اومدن موقعی که انگلیسی ها قدرت اومدن از دست به اصطلاح دیدن که مخواهم ایران گرایش پیدا کرد به رو به آلمان و به اصطلاح با آلمان متحد شد به اصطلاح دول غرب مثل انگلیس و انگلیس و آمریکا دیگه جدای گفتن که رضا شاه به درد ما نمیخوره چون گفت که هیتلر نسل آریایی هستن مخواست به ایران را به هیتلر را بره که از ایران بیاد از به اصطلاح جنوب شوروی حمله کنن واسه لنینگراد و مسکو و اینا بعد رو این حساب اومدن تصمیم گرفتن غربی ها به صلاح امریکا و انگلیس و فرانسه و اینا که چه کار کنن چه کار نکنن
اون از جریان دانشش که پسرش که اون سر کار سیاسر براشون قانون کاپیتالیزاسیون واسه کردن که یعنی اتباعی امریکایی اتباعی امریکایی تو ایران حتی اگه یه دونه تیمسار ایرانی ها زیر بگیره یا بهش بزنه تو ایران نمیتونن محاکمش کنن، باید بره کجا؟ امریکا. چیز قانون کاپیتالیزاسیون تو مجلس اینا تصدیق کردن که شهید بخارایی و شهید اندرسکو اینا که زحمت کشیدن و همه رو به درک واصل کردن. اعلام به اصطلاح حسن علی منصور که نخست وزیر اون دوره بود کشتن، عرضم بزرگ اون یکی معاونشم کشتن. خلاصه مملکت ما اینجوری شد. بده برم بابا خراب کردن. چی خبره بابا؟ برای باز بابا چی نه بده برم بابا 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 بابا